کره زمین روز به روز داره گرمتر میشه. مثلا تو کشور خودمون سالانه 2 میلیون متر مربع، حالا تو ذهنم دقیقا نیست، یا 20 میلیون متر مربع تبدیل میشن به بیابان. الان زمان اون رسیده که بیشتر به ماشینای برقی بپردازیم. درود رفقا ارادت، امروز با جدیدترین نسخه اسمارت در خدمتتون هستم. رفقا برسیم به اکستریر باحال این اتومبیل، سپر بزرگ و لنزای خیلی خوشگله به هم پیوسته، رینگای بروز و سایز 19، دست دری که شاید شما فکر کنین تسلا اولین کمپانی بود که اینجوری درست کرد، ولی من اولین بار روی نیسان جی تی آر دیدم. نکته ای که در اینتریر و اکستریر این اتومبیل کمپانی اسمارت استفاده کرده یه حالت اینجوریه، مثلا لنز رو شما ببینین انگار مثلا این لنز رو درست کردن، یه روکش روش اومده و وصل شده به کنار لنز، همینطوری به سقفش هم یه همچین حالتی هست، انگار این سقف یه پارچه هست اومده روی اسمارت و با لوگوی اسمارت پین شده به بالای اتومبیل. رکابای بروز و خوشگل #1 که الان شعار تبلیغاتی کمپانی اسمارت هست برای این اتومبیل، چراغای عقب پیوسته، فرم حجیم شده خوشگل که یکم انگار الگو برداری شده از مینی کوپر، شدیداً رقیب مینی کوپر هستش و یقه مینی کوپر رو گرفته. 90% این اتومبیل دو رنگ تولید شدن، یه سری هاشون هم که طبق سفارش شخصی و خصوصی هستن، مثلا مشکی کامل شدن یا آلبالویی کامل شدن، اما اکثرا دو رنگن، یعنی آینه ها و سقف یه رنگن و بقیه بدن یه رنگ دیگه. اسم خوشگله اسمارت همه جای اتومبیل هست و حتی کنار لنزا، خیلی خوشگل و نایس. عاشق این اتومبیلای هوشمندم، وقتی نزدیکشون میشی میشناسنت، دستگیره باز میشه و آینه باز میشه. یه چیز جذاب دیگه که بهتون بگم، مثل نیسان جی تی آر صاف نیست که هی از دست در بره، اسمارت یه شیار این زیرش گذاشته که راحت میتونی دستتو حائل کنی و درو باز کنی، خیلی راحت. همینطوری هم که از کنارش میری بسته میشه و باهات خداحافظی میکنه. یه صندوق عقب جمع و جور داره که فکر می‌کنم واسه یه خانواده 4 نفره کافیه. شارژرش اینجاست و این زیرش که یه دونه زیر زمین مسکونی داره کوچولو، میتونین مثلا توش 4 تا چیز بذارین. این اتومبیل 272 اسب بخار قدرت داره، محور عقب، حجم باتری 66 کیلووات ساعته و با یه دونه شارژ گفتن 400 کیلومتر میتونه بره، ولی چون که شما عموما استفاده می‌کنید از کولر یا از موزیک، برای همین رنج متوسطش رو گذاشتن 330 کیلو. بریم ببینیم زیر کاپوت یه موتور چند سیلندری هست. اه هیچی نیست، تمام شد و رفت.
این اتومبیل 4 مدل داره: پرو پلاس، ادیشن، پولس و پرمیوم، که نسخه پرمیوم در اختیار منه. قیمتش از 2 میلیارد تومان تا 2.5 میلیارد تومانه، یعنی از حدود 42000 دلار تا 47000 دلار. طبق همون حالت خوش آمدگویی، وقتی شما میخواین سوار ماشین بشین، صندلی میره عقب، پارو که میزنین روی ترمز، صندلی میاد جلو، سلام به زبانهای مختلف و هیچ دکمه استارت و استوپ و اینایی هم نیست. همین که شما فرمون بدین به سردنده و دی و درایو انتخاب کنین، ماشین آماده حرکت میشه. پارو میزنین روی گاز و بدون صدا میرین. یه مانیتور بزرگ خوب داره با کیفیت و سیستم پردازش خوب که شما میتونین دسترسی داشته باشین به تمام آپشن ها. حتی میتونین آینه های ماشینتون هم از اینجا تنظیم کنید. مثلا برین توی سیتینگ، آینه رو انتخاب کنین، آینه سمت چپ، آینه سمت راست، و با دکمه های روی فرمون تنظیمشون کنین. متریال داخلش از پلاستیک فشرده استفاده شده برای کنسول و برای داشبورد و متریال گرونی نیست. ما نمیتونیم از یه ماشینی با این قیمت، قیمت مناسب، انتظار داشته باشیم که حالا چرم دست ساز بنتلی رو بهمون بده. سبزی که ما تستش کردیم پرمیوم بود، اسمارت 4 تا مدل طراحی کرده خودش برای این اتومبیل. دو موتوره با شتاب بالا، نمیدونم محور عقب، دو محوره، و بهترین نسخش و سریع‌ترین نسخش رو داده برای طراحی داخلی و رنگامیزی به باراباس. از رانندگیش براتون بگم، حالا ماشین بازا میگن که وای این ماشین نیست چون دنده ای نیست. بله، چیزی به نام دریفت و لذت‌های دنده عوض کردن با ماشین‌های اسپورت شما توی این ماشین نداری، ولی یه ماشین شهری خوب، کم مصرف، خوشگله، اسمارت داری. حالا اسمارت به اصطلاح این که یه ماشین باهوش که به موقع قفل میشه، به موقع باز میشه و به شما آلارم میده وقتی که نزدیک چهار را میشی، مثلا برای چشمک میزنه که الان چرا قرمز میشه، یا مثلا نمیدونم رانندگی بین خطوط شما رو کنترل میکنه که از خط خودتون طرف تر نری. و یه چیز خیلی باحال دیگه ای هم که داره این ماشین، میگن که آقای ایلان ماسک میخواد یه دونه یه سری کپسول ابداع کنه، بسازه، و یه طرحی داده که مثلا شهر نیویورک تو تایمای ترافیکی مردم بتونن تو این کپسولا بشینن و با سرعت 2300 کیلومتر بر ساعت مثلا ترافیکو یه مسیری که ممکن بوده 3-4 ساعت طول بکشه رو تو نیم ساعت، تو 10 دقیقه رد کنن. تو این ماشینای الکتریکی واقعا همین حسو داری، مخصوصا تو این ماشین دقیقا انگار توی کپسول برقی نشستی و خیلی نرم و لطیف، چون که سیستم تعلیقش مثل ماشینای معمولی نیست، موتورش مثلا بنزینی یا دیزلی نیست که به هر حال کار کنه، یه تق 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 تقی بکنه. این یه حس خیلی آروم و خیلی حس ریلکسی بهت میده، دقیقا انگار توی چیز خیلی فضایی جدید هستی که این حس رو قبلا نداشتی. اسمارت برای سیستم صوتی و اسپیکراش از بیت کمک گرفته و صدای خیلی خوبی داره. سقف مشکی، آلکانتارا، کلن این اتومبیل حس خوبی به آدم میده. از یه چیزی که خیلی خوشم اومد توی این اتومبیل اینه که این آپشن هداب دیسپلی رو داره و سرعت رو روی شیشه نمی نویسه که شما رو اذیت کنه، به صورت دیجیتال انداختتش عقبتر و انگار شما سرعت ماشین رو کف جاده میبینی، اذیتت نمی کنه تو حلقه تمبیل. آپشن رانندگی بین خطوط داره و همش با هم دیگه با کورس کنترل میشه
اوتوپایلت. حالا من میزنم روی اوتوپایلتش و شما خودتون ملاحظه کنید. کمپانی مرسدس بنز با سرمایه گذاری خیلی کلان، باز کردن دفترهای فروش و سرویس ها در سراسر دنیا، تولید لوازم های یدکی، پرداخت حقوق ها و مالیات ها، این اتومبیل ها در سراسر جهان به قیمت 45,000 یورو به صورت متوسط میفروشه، یعنی با دلار الان حدود 2.5 میلیارد. ولی همین ماشین اگر بیاد توی کشور ما قیمتش حداقل 10 میلیارد خواهد بود، چون اونجا سر گردن است. یه سری ها هستن که بگن آقا تقصیر این بود تقصیر اون نبود و این اتومبیل رو 4 برابر 10 برابر بعضن بفروشن به مردم. متاسفانه یا خوشبختانه ایراد آنچنانی من نمیتونم به این ماشین بگیرم، فقط یکم متریالش توی اون پرمیوم زیاد خوشم نیومد، ولی حالا تو این متریال یکم بهتره، مخصوصا صندلی ها و دور فرمون که آلکانتارا است خیلی خوشاینده. من فکر میکنم ما باید حتما رو بیاریم ماشین الکتریکی اگه میخوایم که سیارمون به زندگی و حیاتش ادامه بده و اگه میخوایم زمینو درست تحویل بچه همون بدیم. ولی خب یه کلیمه وجود اومده الان که مستر بینم یکی از سکاندارای این اعتقاده که ماشین الکتریکی آلوده تر از ماشین بنزینی و دیزلی هستن. حالا شما نظرتون رو بگین، به نظر شما بنزینی آلوده ترن یا ماشین برقی؟ دوستان ببینین اتوپایلتو تو پیچ خود ماشین خطوتو میخونه و واسهتون فرمون میده. البته این کار درست نیست، باید فرمون خودم بگیرم، ولی خب من میخوام به شما نشون بدم این آپشن. ببینید اینجا میرسیم سر پیچ، خیلی خوشگل، ولی ببینین آلارم میده که فرمونو بگیری. حتما شما باید فرمونو بگیری که به هر حال بتونی عکس العمل نشون بدی نسبت به هر اتفاقی. ولی خب چینی ها اومدن تقلبش هم درست کردن، گیره مثلا میتونی گیره سفارش بدی، این گیره ها رو مثل دسته، مثل گیره سر موی خانوم هاست مثلا، اما شکل دسته، میذاری دوره فرمون و دستتو برمیداری. اونم به خاطر مینتالیتیه تقلب کارشونه. ببینین دوره آلارم شروع کرد به زدن و به من گفت که دستتو بذار روی فرم. میخواستم در مورد شرایط پرداخت اقساط این اتومبیل براتون بگم که کمپانی مرسدس شرایط خیلی جذابی گذاشته. شما 10% از قیمت ماشین رو میدین که 4500 یورو هستش و 48 ماهه با 4% سالیانه باید این اتومبیل رو کل پولش رو پرداخت کنین. کار جذابی که حکومت آلمان کرده برای اینکه مردم تشویق بشن برای استفاده از اتومبیل‌های الکتریکی، اومده این کارو کرده که شما مثلا این ماشین رو می‌خری 4500 یورو رو پیش پرداخت میدی، بعد میری فاکتوری که داری و میری میدی به اداره مالیات، به اونجایی که رجیستر هستی، و پیش پرداخت تو حکومت یا دولت بهت پس میده و این تشویقیه برای مردم. و اصلا شاید باورتون نشه ولی واقعا پیش پرداخت رو شما میدین، بعد وقتی که شروع میکنین به پرداخت اقساط میتونین همزمان برین درخواستتون رو بدین، بگین آقا من این پیش پرداخت 400 یوروی رو دادم و حکومت بهتون اونو پس میده. برای ماها که حکومتمون هیچ سرویسی بهمون نمیده اصلا باور نکردنیه. این کورس کنترل تطبیقی اینجوریه که الان سرعت روی 87 ست شده ولی ماشین داره 76 تا میره.
یعنی خودش داره فاصله رو حفظ میکنه با ماشین جلویی. ببینیم من اصلا پام روی گاز و ترمز نیست، حالا ببینیم ماشین خودش نگه میداره یا نه. ببینیم من اصلا پام روی ترمز نیست، خودش کامل ماشین رو گره. برای اینتریر از سبک مینیمال استفاده کرده کمپانی اسمارت و شما همه جا یه بیزی میبینین که تکرار شده تو اکثر جا برای دستگیره و این بیزی همین جا جلوی ماشینم هست و دریچه‌های کولرم همین شکلی هن. بعد رسیده به دیوار وسط، به این کنسول وسط که مثل دیواره چینه و اگه امیرم باشی کار برات خیلی سخت میشه چون خیلی همچین بلند و گند است. طراح اتومبیل برای اینکه استفاده بهینه کنه و فضا رو از دست نده، اون پایین هم مده جایی در آورده که برای آدمایی مثل من که کیف دارن چیز بسیار خوبیه. برای یه آدمی مثل من که خیلی مسافرت دوست داره، این ماشین الکتریکی خیلی به صرفه ترم هستن. مثلا شما 500 کیلومتر که با یه ماشین الکتریکی برین، اگر که پرداخت کنید برای شارژ تقریبا پاتون در میاد 5 تا 10 یورو، در صورت که خیلی از هتل ها پارکینگ ها رایگان هستن و شما میتونید ماشینتون رو رایگان شارژ کنید. اما همین 500 کیلومتر رو اگر بخواید توی اروپا سفر کنید، هزینه بنزین و دیزلش حدوداً 100 120 یورو هستش برای یه ماشین 4 سیلندر. ببینید 10 یورو کجا، 120 یورو کجا، واقعاً به صرف است برای مسافرت و کلاً زندگی. ولی من برای خودم اعتقادات خودمو دارم. من فکر میکنم که برای رانندگی توی شهر و رانندگی هایی که ما هر روز میخواییم بریم سر کار و بیاییم و اینا و دائمیه، حتما همون باید یکی ماشین برقی داشته باشیم. ولی برای عشق و حال و ماشین بازی و آخر هفتمون یا یک کلاسیک داشته باشیم یا یه دونه ماشین اسپورت داشته باشیم. همونطور که میدونین روباه نماده هوش و خوشگلیه و اسمارت از همین نماد استفاده کرده، همه جا این روباه هستش. حتی شما وقتی که میزنین روی دکمه تهویه میبینین که روباه جون نشسته و داره خنک میشه. امیدوارم از تست و بررسی امروز خوشتون اومده باشه. رفقا با شما بود رسول از کپ بای کارز.